حالا من اول جا داره از شما تشکر بکنم از بابت زحمتی که کشیدین. به خیر کار سختی، مسلماً همه میدونن که در واقع توی ایران به دلیل حالا کاستی هایی که وجود داره، حالا از چه مناطقی، حالا مورد بحث ما نیست، ولی که عرض کنم خدمتتون که جادو تشکر بکنم من اول از همه که تو این شرایط خیلی سخت اینقدر زحمت میکشید و یک همچین هنری رو وجود میاریم. و به واقعی طور نیست که تنها و تنها نوازندگی یا آهنگسازی مربوط به یک هنر بشه یا همه چیز قرار حول این موضوع بگذره. در به واقع شما زحمت میکشید. حتی من خودم داشتم قبل از کارم داشتم با تو صحبت میکردم، گفتم واقعا بچه‌ای که دارن ساز می‌زدن خیلی پیشرفتشون جلوتر از بچه‌ای که در واقع به نظر من نوازنده‌های ایرانه. و تو این خوشبختانه تو این چند سال اخیر خیلی خیلی رشد و شکوفایی میشه دید واقعا تو این قضیه. و حالا به اعتقاد من زمان اون رسیده که حالا معلمی نوازندگان حالا دوستانی که میخوان گیتار تهیه بکنن با توجه به حالا سختی ها و کاستی ها و گرونی هایی که دیگه نمیشه این کارش کرد که وجود داره، میتونن بچه های مداری بیان به سمت سازنده های ایرانی، اگر خب به تب یک درصدی احساس بکنن که استانداردها رعایت میشه، از نظر فنی کیفیت رعایت میشه، خب به تب بهتره که سازنده ایرانی و نوازنده ایرانی حمایت بشه، نه فقط حالا صرفا سازنده بیان بزرگ. به تب اونها هم فعالیت کردن، زحمت کشتن. و در کنار این موضوع من خودم به واقع سیاست‌های رفتاریم و اجراییم برای این بوده که بیشتر از نوازندگان حالا و در واقع آهنگسازان و سازندگان ایرانی حمایت داشته باشن. من چیزی که می‌بینم به عنوان یک نوازنده، حالا اگه اسم من بشه گوش نوازنده، تاچ فوق‌العاده خوبه، صدا هم خوبه، صداش میاد. حالا میگم سیمش رو من یک نکته‌ای گفتم به شما که سیمش چون سیم بعید میدونم درجه بالایی باشه، اینا رو با عجله آوردی پیشمون، ولی با این که میگم سیم درصدی خشکه زیر دستم، ولی تاچش خیلی تاچ خوبی دستم، استراحت دارم. خب از نظر ظاهری هم گیتار خوبه دیگه، این اگه اشتران کنم این دیگه درسته؟ روز این دیگه و این که از نظر ظاهری هم خیلی خوبه. اونم ببینم. حالا چیز جالبی که من دیدم، اونجا ندارم شما متوجه شدی یا نه، تفاوت و شخصیت متفاوت دو تا ساز شماست با هم. اون سازی کلاسیکه و من فکر کنم کلاسیک هستی کلاسیکه و من حالا صلاحیت ندارم راجع به اون نظر بدم، ولی در مجموع نوازندگان به سمت تولید موسیقی فلامنکو از ایران برن، چون به واقع الان دیگه حالا شاید خیلی ها بگن که موسیقی فلامنکو مربوط به اسپانیا میشه، حالا کاری به ریشه‌اش ندارم، ولی الان موسیقی فلامنکو سطح جهانی رسیده و به نظر من این پتانسیل در هنرمندای از سازندگان ساز توی ایران که به واقع هنرمند هستن وجود داره که بتونن خودشون به سطوح بالای جهانی برسونن و ان شاءالله به امید خدا یه روزی هم نوازنده و هم ساز ایرانی در واقع بزرگترین استیج اجرا بکنه. من واقعا قلبا به این اعتقاد دارم. متریال هم متریال خوبیه. حالا متاسفانه میگم به دلیل کاسه که وجود داره میدونم آقای جهان بخشم یه مدت دردسر داره تو تهیه متریال، ولی خب به تب اون چیزی که داره که من دارم میبینم چیز خیلی خوبیه و کیفیت فوق خوبی داره و نمیشه اینو انکار کرد. مثلا با امید صحبت میکردم گفتم که دیگه نمیشه که اینو انکار کرد به واقع، و چه خوبه که هممون حمایت بکنیم، چه خوبه که این فرصت فراهم بشه تا به سطوح بالاتر برسه. خب من حالا باز در ادامه صحبت های امیرصادق عزیز راجع به کاستی هایی که واقعا وجود داره توی تهیه متریال توی ایران، البته الان این مقدار باز بهتر شده، این قضیه ما چوبا رو گرفتیم، شرکت های اومدن که چوبای خارجی دارن وارد میکنن، از آفریقا دارن میارن، از هند دارن میارن، از
از اروپا میارن و خیلی بهتر شده به نسبت قدیم تهیه چوب تو ایران، که امیدوارم باز این کاستی های روز به روز ما بتونیم که با وجود همه این کاستی ها گیتار بهتری بسازیم. و یه مسئله دیگه هم راجع به گیتار سازه دیگه، من میگم واقعا گیتار سازه دیگه هم دارن زحمت میکشن و خیلی دار کسایی که واقعا دارن در حد استاندارد گیتار میسازن باید حمایت بشن. باشه، میخوایم شما میتونستی رو بسازو؟ چی میخواد، این قانونش اصلا تو شاید بیشتر کشور پیشرفته دنیا همینطوریه که سازنده ها باید تلاششون بیشتر از نوازنده ها باشه، چون نوازنده به هر حال چیزی که از سازنده میخواد، اون سازی که از سازنده میخواد باید طوری باشه که نوازنده رو راضی بکنه و سازنده ها باید روز به روز تلاششون رو بیشتر بکنه.